در این مرحله میخوایم بپردازیم به ساختار اتوماسیون. اتوماسیون یعنی یک وظیفه‌ای که شما به سیستم و نرم افزار میسپاری که در طول زمان یک سری از پارامترهایی که مد نظرتون هست تغییر کنه. برای مثال ما وقتی که میخوایم اتوماسیون رو اعمال کنیم هیچ فرقی هم نمیکنه، هم توی سشن ویو که الان به اصطلاح داریم صفحه رو میبینیم میتونیم این کار رو انجام بدیم روی هر کلیپی به صورت مجزا، و اینکه بعدا توی ارنج ویو هم روش خودش رو داره و خیلی هم ساده است. این کار رو ما از یک لوپ شروع میکنیم. برای مثال این لوپ ما برای اینکه مثلا بخوایم یک اتوماسیونی تعریف کنیم روی ولیوم این در اصل لوپ، میتونیم در همین صفحه روی این قسمت که مربوط میشه به انولوپ ها کلیک کنیم و اینجا میبینیم که پارامترهایی که میتونن به اصطلاح حالا یه جورای اتوماسیون بگیرن اینجا اسمشون میاد. ما اگر افکت هایی هم در هر ترک داشته باشیم اونها هم بعداً لیستشون اضافه میشه به همین اسامی که اینجا هست. حالا برای مثال به خود کلیپ میخوایم اتوماسیون بدیم و همین والیوم یا حجم داینامیکی این صدا. برای مثال انتخابی که دارم اینه که بخشی از این صداها رو ما میخواییم حذف کنیم، یه نقطه ایجاد میکنیم و فرض کنید اینجا یه نقطه هم در ابتداش، یعنی این قسمت صداها بازه، بسته میشه و مجددن مثلا همین بخش از این لوپ رو ما میخواییم نگهداری کنیم. یعنی مثلا این اگه ترکیب میشه با یک صدای کیک فرض کنید، حالا بخش دیگه هم که اگه مد نظرتون هست شما اینجا میتونید با ابزاری مثل مداد و تعیین یک گرید سایز مثلا به راحتی یک بخشایی رو خیلی راحت و سریع حذف کنید، و بعد وقتی مداد رو غیر فعال میکنید میتونید که با یک سری تنظیمات دقیق تر و استفاده از Alt برای ایجاد یک منحنی نرم، Alt رو نگه میداریم و یک شیب نرمی رو میتونیم تعریف کنیم برای این صدا. که حالا اگر توی این مجموعه داره استفاده میشه و اگر یه دقتی هم داشته باشیم این قسمت ببینید لول در حال اتوماسیون گرفتنه و تغییری که اینجا داره دیده میشه، یا مثلا روی یک کلیپ دیگه مثلا شاید این شما میتونید بر اساس گرید 1-8 یک مثال، البته بیایم این مداد رو فعال کنیم در قسمت اتوماسیون کلیپش، ولیومش، و یک حالت به این صورت منحنی درست کنیم و حالا از همین کپی پیست بگیریم، یعنی مجموعه رو سلکت کنیم و شورتکات کنترل دی رو تا آخر لوپ که حالا ارزش این 8 میزان هست میتونیم انجام بدیم. فعلا من لنگس این رو کوتاه میکنم، همین 2 میزان کافیه. به این صورت. حالا فرض کنیم ما میخواییم یک افکت هم اضافه کنیم به این ترک، همونجوری که توی این قسمت میتونیم افکت ها رو اعمال کنیم، یک افکت مثلا افکت دیلی منتها فقط میخواییم در این قسمتی که
انتهای، یعنی اگه بر اساس کلیپ بخوایم بررسی کنیم، مثلا این قسمت ها دیلی داشته باشه، مجددا از ابتدای میزان بعد بسته بشه. پس دیلی رو انتخاب میکنیم. اینجا میتونیم به اصطلاح درایوتش رو کنترل کنیم، درایوت، و کلن فرض کنید این خاموشه و در این نقطه قراره که فعال بشه. پس ما یک نقطه دیگه هم به وجود میاریم، مثلا این نقطه، و اینها باید بسته باشه. این اتفاق جالبی هم که میفته، شما رو هر پارامتری که اگر کلیک میکنید خودش اتومات، الان آخرین چیزی که من تنظیم کردم چون فیدبک بود، اینجا مجددا در تنظیماتش میبینیم که اومده روی فیدبک. این گزینه هایی که قرمز شده یعنی یک اتوماسیونی حتما براش تعریف شده و به این شکل. من برای اینکه این ادامه داشته باشه تا شروع نوت بعدی روی، البته 100% نمیذاریمش، این رو تقریبا روی 60-70% که صدای خام رو هم ما داشته باشیم. بنچ. حالا سویچ میکنیم توی محیط ارنج. در این صفحه ما میخواییم که روی کوردز که یه سری آکورد هایی دارن اجرا میشن به صورت اتوماسیون، یک فیلتری به تدریج باز بشه. پس یک فیلتر رو ابتدا روی این ترک تعریف میکنیم و حالا ببینید در ایبلتون معمولا همه، میتونم بگم 90% پارامترها قابل اتوماسیون گرفتن هستن. کافیه که یک کلیک راست روی اون پارامتر بزنید، شو اتوماسیون رو نمایش میده. و حالا برای مثال اینجا اون نقطه‌ای هستش که ما ایجاد کردیم، یک کلیک، و از این سمت هم این فیلتر ما قرار حرکت کنه و به تدریج باز شه. به این صورت. و از طرف دیگه هم که مثلا این خطی که به عنوان آرپج بود، این هم میتونه والیومش کنترل بشه و سطح لول داینامیکیش به تدریج برسه به اون نطقه‌ای که میخواد. با هم بشنویم پروژه رو.